بازگشت پسر گم شده اثری از هنری جی نیوین مترجم پدرام زابولی پسر کوچک پسر کوچکتر به پدرش گفت پدر هرچه که قرار است برای من به میراث بگذاری حالا به من بده پدر نیز پذیرفت و تمام املاک و داراییش را بین دو پسرش تقسیم کرد چند روز بعد پسر کوچک هرچه داشت برداشت و با خود به سرزمین دیگری رفت و مشغول فسخ و فجور شد و همه چیزش را برباد داد همزمان با اتمام پول او قحطی و, و خوشسالی نیز فرا رسید و تازه و متوجه بیچارگی و فلاکتی که گریبانگیرش شده بود گردید به همین دلیل به ای رفت و در آنجا مشغول به کار شد تا از گرسنگی هلاک نشود او موظف بود به خوکای مزرعه غذا بدهد و گرسنگی به حدی او را عذاب میداد که آرزو میکرد میتوانست قدری از پوسته ها و سبوس ذرت که غذای خوکها بود بخورد اما او حق این کار را نداشت و صاحب مزرعه به او اجازه نمیداد که به آزوقه حیواناتش دست بزند اینجا بود که کمی به خود آمد و با خود اندیشید که تمام رعایا و کارگرانی که برای پدرش کار میکردند همیشه هر مقدار غذا که دلشان میخواست میتوانستند بخورند و یا حتی با خود ببرند و حالا او در این دیار غربت داشت از گرسنگی می میشد با خودش فکر کرد که بهتر است به خانه نزد پدرم برگردم و به او بگویم پدر من گناهکارم و به حضور تو و با آسمان گناه کردم و دیگر لیاقت اینکه پسر تو باشم را ندارم. کاری به من بده و با من همچون یکی از رعایت رفتار کن. سپس آن سرزمین را ترک کرد و به خانه پدری بازگشت. رامبراند و پسر کوچک زمانی که رامبراند تابلوی پسر گمشده را میکشید سالهای آخر عمرش را میگذراند اینطور به نظر می رسید که این تابلو جزء آخرین آثار او می باشد. من هرچه بیشتر در مورد این تابلو مطالعه می کنم و هرچه بیشتر به آن نگاه می کنم بیشتر متوجه درد و رنج و عذاب موجود در زندگی خالق آن می شدم. پسر گم شده به همراه تابلو ناتمام او به نام سیموئن و مسیح کودک بیانگر درک واقعی از کهولت وی می باشد. حالتی که سیموئن پیر کودک آسیب پذیر را به دست گرفته است و طریقی که پدر پیر فرزند خستش را در آغوش کشیده است به خوبی بیانگر دید عمیق روحی و روانی از کلام مسیح است به هواریونش. خوشبخت و خوجستان چشمانی هستند که آنچرا که شما بینید ببینند. هم پدر فرزندی که بازگشته است و هم سیماین پیر با خود نور اسرارآمیزی را به همراه دارند که خود آنها می‌بینند یک نور درونی و روحانی نوری پنهان و نهفته که زیبایی و لطافت ای را میتاباند تابشی نافذ و فراگیرنده این پرتو درونی برای مدتهای مدید نهفته بود و رامبرانج سالها نتوانسته بود به آن دست یابد اما به تدریج و با مشقت فراوان و تحمل استراب و تشویش زیاد توانست این پرتو زیبا را در خود بیابد. در خود و همراه خود و در تابلوهایی که ترسیم نمود. رامبران قبل از اینکه شبیه پدر پیر بشود برای مدتهای مدیدی شبیه پسر جوان متکبری بود که همه چیزش را برداشت و به سرزمین دیگری رفت و تمام داراییش را به باد داد. من وقتی عمیقا به تصاویری که رامبراند در سالهای پایانی زندگیش از خودش کشیده است می نگرم، تصاویری که به خوبی توانایی او را در به تصویر کشیدن پدر پیر و سموئن را نشان می دهد، نباید فراموش کنم که رامبراند به عنوان یک مرد جوان تمام خصوصیات پسر گم شده را دارا بوده است. عجول و بیپروا، از خودرازی و متکبر، بلخرج و شهوتران و بسیار گستاخ و بیهیا. در سن سی سالگی او خود و همسرش ساسکیا را با نام پسر گمشده در فاهش خانه به تصویر کشید. هیچ گونه احساس درونی در این تصویر به چشم نمیخورد. خورد. مستالا یا اقل با دهانی نیمه باز و چشمانی شهوانی. او به طرز تمسخر آمیزی به کسانی که او را نگاه می کنن خیره می نگرد. گویی می خواهد بگوید خیلی کیف داره مگه نه؟ با دست راستش جام نیمه پری را بلند کرده در حالی که با دست دیگرش باسن زنک را لمس می کند. زنی که چشمانش کمتر از او شهوتران نیست. گیسوان بلند و فرفری رامبراند کلاه مخمل او با پری بلند و سفید شمشیر قبض طلایی با نیام چرمین که هیچ یک از دو خوشگذران توجهی به آن ندارد و پرده زخیم قرمز رنگ در گوشه راست تصویر که همه را به یاد فاهش خانه های آمستردام با نوری قرمز و ملایم می اندازد. اگر با دید پسر گم شده به این تصویر رامبراند جوان بنگرم کمتر می توانم باور کنم که این همان مردی است که سی سال بعد خودش را با چشمانی نافذ که نظارگر اسرار و رموز نهفته زندگی است ترسیم کرده است می باشد. با این حال تمام شرح حال نویسان رامبراند از او به عنوان یک جوان پر افتخار و سرافراز یاد می کنن. و اعتقاد دارند که او به نبوغ و استعداد خیش واقف بوده و مشتاقانه در صدد کشف همه چیزهایی بوده است که جهان و زندگی به او عرضه می داشتن. فردی برونگرا که تجملات را میپرستیده و کاملا نسبت به اطرافیانش و کسانی که در اطراف وی بودند بی احساس و بی آتفه بوده است. هیچ شکی نیست که یکی از مهمترین و اساسی ترین چیزهای مورد علاقه رامبراند پول بود. او درآمد زیادی داشت که مربوط به مسائل مالی و ورشکستگی های وی بود. تصاویری که رامبراند از خودش در اواخر 20 و اوایل سی سالگی کشیده است نشان می دهد که او مردی از تشنه شهرت و بسیار چاپلوس. علاقه زیادی به لباسهای گران قیمت، آویختن زنجیر طلا به گردن و به سرنهادن کلاهای عجیب و غریب مثل کلاه بره و کاسکت و حتی امامه داشته است. با اینکه این شیوه لباس پوشیدن و خیش آرایی شیوه بسیاری از هنرمندان بوده و هست اما این کارهای رامبراند افراد و وکلایی که زامن او شده بودند را زیاد خوشحال نمی کرد. اگرچه این دوره کوتاه بسیار با موفقیت و کامیابی ثروت و شهرت و محبوبیت همراه بود اما در پایان به غم و اندوه نابسامانی بداقبالی بدبختی و مصیبت انجامید اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم زندگی رامبران سراسر پوشیده از بدبختی و بد بود. اما نه مثل پسر گم شده. پس از از دست دادن پسرش رامباریستوس در سال 1635 دختر اولش کورنلیا در سال 1638 و دختر دومش کورنلیا در سال 1640 همسرش ساسکیا که به طرز شگفتآوری عاشقانه او را میپرستید در سال 1642 درگذشت رامبراند با پسر نه ماهش تیتوس تنها میماند پس از مرگ ساسکیا زندگی رامبراند با درد و رنج و مشقت ادامه مییابد پس از یک رابطه ناخوشایند با پرستار فرزندش تیتوس که به بنبست کشیده شد با آشنایی با هندریک استافلز زندگیش صبات بیشتری پیدا می کند. او برای رامبران پسری که در سال 1652 از دنیا می رود و دختری به نام کورنلیا تنها فرزندی که برای رامبراند باقی می ماند به دنیا می آورد. در طول این سالها علا رقم این که ادهی ای از کلکسیونرها و کارشناسان خبره او را بزرگترین و بهترین نقاش و زمانه می دانستند، رامبراند محبوبیت چندانی در بین مردم نداشت. مشکلات مالی او به حدی زیاد شده بود که در سال 1656 اعلام بیچیزی کرد و درخواست واگذاری اموالش به طلبکاران را کرد. بدین ترتیب میخواست از ورشکستگیش پیشگیری نماید. تمام دارایی رامبراند، تمام تابلوهایش، کلکسیون بزرگ صنایع دستیش، خانهش در آمستردام و مبلمان و اساسیش در سه حراج پیاپی پی در سالهای 1657 و 1658 به فروش رفت. هرچند که رامبراند هرگز از زیر بار قرض و بدهکاری رهایی نیافت اما در اوایل سن پنجاه سالگی توانست اندکی آرامش پیدا کند تعادل و گرمای درونی که در آثاری که در این دوره از زندگیش خلق کرده است وجود دارد نشانگر این است که تمام این گرفتاری ها و بلایا زندگی را زیاد برای او ناگوار نکرده است که هیچ بلکه برعکس نتیجه این شد که او خود را تسکیه کرده و بینش تازه ای از زندگی پیدا کرد. ژاکوب روزنبرگ می نویسد او بینش تازهی درباره انسان و طبیعت پیدا کرد و دیگر به ظاهر و زرق و برق مسائل توجهی نداشت. در سال 1663 هندریکه بدرود حیات گفت و پنج سال بعد رامبران شاهد ازدواج و مرگ فرزند مورد علاقش تیتوس بود. وقتی رامبران در سال 1669 از دنیا رفت مردی تنها و توهی بود و فقط دخترش کورنلیا عروسش دالن ونلو و نوش تیتیا برای او باقی مانده بودن. وقتی به پسر گم شده نگاه می کنم که در مقابل پدرش زانو زده است و صورتش را به سینه او می فشارد، نمی توانم بپذیرم که تمام اعتماد به نفس و غرور و تکبر و افتخار یک هنرمند برای خودش عوض و بیهوده بوده است. به جای لباس گرانبهایی که رامبراند ثروتمند در تابلوی خودش فاهش خانه کشیده بود او اکنون لباسی مندرس که فقط بدن او را میپوشاند و پاپوشی که آنقدر با آن راه رفته است دیگر قابل پوشیدن نیست در بردارد. چشم از پسر نادم و پشیمان بر می گیرم و به پدر بخشنده و فداکار مینگرم. و می بینم که درخشش و تلعلو زنجیرهای طلا اساسیه و سایر اشیا شمها و چراغها از بین رفته و جای خود را به پرتوی درونی که از گذر عمر سرچشمه میگیرد داده است این حرکتی است که انسان را از جلال و شکوهی فریبنده و ظاهری مثل شهوت و ثروت به جلال و شکوهی برتر که در روح انسان نهفته است و حتی بر مرگ تفوق مییابد رهنمون میسازد